ده آزادی خوری داده مو سلام ده, ده مو سلام و هموطنان نهایت از گرامی سلام و احترامات بنده را پذیرا باشین امروز بار دیگر با دو موضوعات مهم منطقوی و بین المللی که با اساس تقاضای بینندگان و شنوندگان و دوستان عزیز ما مکرر از بنده خاصن تا ای موضوعات را که در منطقه و در افغانستان رخ داده سرش بحث داشته باشم دارم یک نظر کوتاه بود او داشته باشم که یکی از اون موضوع جریانات اخیر بین ایران و اسرائیل است و موضوع دوم صحبت های نماینده خاص ایران در افغانستان از کازیمی قومی در مورد سیاست های افغانستان و مسئله داخلی است در مورد جنگ که بین اسرائیل و ایران است به شما معلوم است که در چند ماه اخیر اسرائیل با در نتیجه عملیات مسلسلی که علیه جبهات مقاومت برای آزادی فلسطین انجام داد در نتیجه از رهبران بزرگان و قماندان و بایساب استراتیجست های بزرگ از جبهه آزادی و مقاومت از بین رفتند که در نتیجه از عملیات سران بزرگ از اینا مثل رهبری حماس اسماعیل حنیه قماندان بزرگشان فواد شکور و دیگه همکارانشان و همچنان از حزب الله رهبرش سید حسن نصر الله و همکاران بیشترشان که مد در برنامه قبلی نامای همگی از را گرفتم و در این حال عملات امریکا و اسرائیل بالای حوسی ها که در اونجا هم تلفات زیاد داشت ويناد بشريعة از كتر الرحبري مقاومات به حساب جبهه آزادی فلسطین از بین بردن و تو فکر کردن که اینا دارن شکست دادن و هدف سیوم از اینا یکی از رهبرهای بزرگ ایران مثل علی خامنه بوده و با تغییر ازی در سیاست منطقه تغییر خواد آمد و اینا در عین زمان عملیات زمینی خود بر علیه لبنان شروع کردن تا سرزمین بیگیرن و او را به شکل, سک... به شکل سرزمین حایل بسازن و به این رقم خود محفوظ کنن و میتونه این کار کنن خاموشی ایران هم در این مورد به طور گرفته شد که شاید ایران نتانه جواب از به که جواب اسماعیل حنیه ندا. در مورد حسن نصر الله اینا خاموش ماندن و از بابت یک مایوسی نسبتا پیدا شد که آیا ایران شاید اکسل نشان نتا و دیگر جهان اسلام کسی نبود که کسی به اون طرف ببینه. ما دیدیم که در حدود 48 ساعت قبل ایران بر علیه اسرائیل عملیات هوایی خود به ذریعه میزایلی که قبلا استفاده نکرده بود جدید از گرفت و یه عملیات هوایی بر علیه اسرائیل صورت گرفت فرقی که ای عمله با عمله گذاشته داشت یکی بود که ایده ای های ای هایپرسونیک استفاده شد که قبلا استفاده نشده بود دومی بود که ای به اهداف خاص که میخواستند به اونجا رسید و خورد که قبلا نیکار نشده بود چرا که این امریکای را اطلاع داده بودن او را از بین برده بودن گرچه اینا اعلان کردن بعضی جایا گفته میشه که 400 میزایل رفته بعضی ها میگن که 300 میزایل رفته بعضی ها میگن که دو نیم است بعضی از رسانه ها میگن که بین 180 تا دو نیم است به نظر من امی 180 تا دو نزدیک تر نزدیکتر بر برمیخوره نسبت به اینکه 400 باشه خب ای دعای مختلف است بعضی ها 400 300 تا 200 میگن و میگن که این ها رفته میزایلی به نام الفتا هایپرسونیک که ایرانی ها او را فتح رادار سپر میگن ای را استعمال کردن این میزایل از میزایل است که در پرواز اول خود هایپرسونیک نمی باشند به طرف هدف که حرکت میکنن وقتی که به هدف نزدیک میشن هایپرسونیک میشن و سرعت خود تیز میکنن و هدف میزنن یعنی از ایران وقتی که پرواز کرد تا به تلوی و در ریاضه دقه و چند ثانیه اینا اونجا رسیدن در دقایق آخر یعنی بعد دقیقه دوم این سرعت خود زیاد میکنه و به هدف میخوره اسرائیلی ها ادعا دارن که تمام از این میزایل به هدف نخورده و 90 فیصد از اینا را از بین برده خونسا کرده و صرف ده فیصد از به جاهایی که خورده تلفاتی که اونا توقع داشتن یا از ایران توقع داشت به او اندازه نبوده تلفاتش محدود است و صدمه زیاده نرسانده برعکس از ایرانی های ادعا دارند که 90 فیصد از اهداف خود از زدن و 10 فیصد از, از ای امریکا و اسرائیل به ذریعه مدافع هوای خود سیستم یعنی ایران دوم خود خونسا کردن و از بین بردن فرقی که بین عملی اسرائیل و ایران است و است که اسرائیل برای انسان جنس انس بشر حیوانات پرنده هر چیز حمله میکنه و هر چیز آتش در و برباد میکنه ایرانی ها با همچنان نکردن اونا محلات و شهرهای مسکونی مردم تحت حمله قرار ندادن بلکه اهداف خاصی را مورد هدف گرفتن و زدن که اسرائیل بیشتر از چارده یربیس و همی رقم میدان هوایی بسیار زیاد داره اما اینا صرف در حدود سه یربیس اینا را زدن و یک میدان هوایی را رنوی و نایش زدن مرکز موساده یعنی استخبارات سیری در حیفا اس او را زدن و یک مرکز نظامی از اینا را که میگن که دیپوی اسلحه ای بوده اینا یعنی به هدف به کلی واضحی بوده چهار پنج هدف بوده و اینا میگن که ما با این موفق شدیم که زدیم که از اون جمله ما نام میگیریم که اینا پایگاه هوایی هادزرمه که به نام هادزرم سکس یاد میشه یعنی بیس ششم چیز اسرائیل است در اینجا تیاره ای F-15 بیسش است مرکزش است و ایتایره امریکایی است که اسرائیل از او استفاده میکنه در جنگ در اینجا و گفته میشه در حدود سی 35 از از ایتایره تخریب شده ولا ولم مسائل دقیق نیست اسرائیل رد میکنه اما بعضی منابعی را راپور میتن پایگاه دوم هوایی را که زدن او نواتیم یا نویتیم نام داره که بر اثر اصابت موشک های از اینا در اینجا چون مرکز تیارای F-35 هست اف سی پنجی امریکایی است و در این حال یک برتری دیگه ای, ای ار که اینجا تیاره ستلت فایتر جیت امریکایی ام هم که در رادار نمی و امریکا با جز اسرائیل به دکه کس در دنیا ایران نداده اونا نام در اینجا بیس و ایرانی های دعا دارن که از این f اف و از این تیاره دیگه زده شده اسرائیلی ها میگن که در این میدان هوایی صرف یک هنگر از جایی که, جای که تیاره ساده میشه اونو را چطش غار کردن و یک رنوی را کمی تخریب کردن دیگه چیزی را از دست ندادن پایگاه سیوم را که اینا زدن به نام پایگاه هوایی تلنوف تلنوف هشت نام داره یعنی بیس هشتمش میشه چرا که بیس های از زیاد هست همین رقم بیس ها نام داره و ای هشتم است در اینجا هم از تیاره هلیکوپتر در اینجا زیاد بوده دیگه تیاره بوده و مرکزی میزایله از در اینجا بوده میگن که در اینجا هدف قرار گرفته و ای جاها را هم زدن در مرکز نظامی که زدن اونجا میگن که تانک های از اینا بوده در منطقه تنساریم تنساریم است که اینا توانستان در اونجا تانک های از اینا را از بین ببرن و هدف قرار بتن در منطقه هیفا اینا مرکز ای موساده که مرکز استخبارات موساده قبل از کشته شدن حسن نصر که او ادعا کرد که ما میزنیم و زدن به میزل مرکز موساد و او باعث زمین شد که اینا باز حسن نصر الله را از بین بردن ایران ادعا داره که او مرکز بار دیگر زده و هدف قرار داده و بسیار از تنصیبات استخباراتی اینا را تخریب کرده و از بین برده می که ای های دو جانبه وجود داره آل اینا ایدا دارن اسرائیل که اینا باید با دوباره بدل خود بگیرن امریکای هم گفته که اسرائیل حق دفاع خودی را داره و میتونه یک حمله محدود کنه هدف امریکا از حمله هم محدودی است که یمو بینی خمیریان برای خود گذاشته شد اما جنگ از دامنه بیرون نبراید و حمله لره اینا چرا میکنن؟ از خاطر میکنن که اینا میدانن که ایران در جهان اسلام پشتوانه نداره و وقتی که اسرائیل حمله میکنه یا بالا اسرائیل حمله میکنه میشه شما دیدین که امریکا پالوش استاد شد که ما به هر قیمت از این دفاع میکنم ای انگلستان، فرانسه، ایتالیا، جرمنی کلگی در پالوش استا شد از جهان اسلام اشک در پالو ایران استاد نشد و اگر فرزن دو مملکت از جهان اسلام اعلان کنه که ما عمل ایران را تایید میکنیم و در پالوش استاد میشیم و اگر اسرائیل و از طریق تار زمین به لبنان داره و یا قتال کشتار خود ادامه بده ما از با دست از مردم لبنان و فلسطین دفاع میکنیم در صورت باور داشته باشین که دامنه جنگ بزرگ نمیشه بلکه دامنه جنگ محدود میشه و اونا عملیات نمیکنن چرا از عکس عمل جهان اسلام میترسن آل از خاطر اونا عملیات همتو دلپر میکنن که اونا میفهمن که در جهان اسلام کسی مدافی ایران نیست یگانه کشور که یک دو حرف زد وام توی بود که او د این مورد گفت که اگر اسرائیل عملیات زمینی خود به لبنان متوقف نکنه ما وارد صحنه میشیم و به نظر ما این گپای هوایی اردگان او است که چندین بار زده و میزنه و هیچ کدام عمل نمیکنه کنه این چیز غربی ها هم میدانند که اینا عمل نمی اگر اینا واقعا عمل کنن و به عین مثل که غربیا با اسلحه با بارود تا میشن و در پالی اسرائیل اینا هم در صحنه قوای خود بیارن استاد کنن و بگن که گفتی هم انگلیس ها ای نف ای بس از دیگه بیشتر نمیشه ما اینا باور کنید که اینا مداخلات خود متوقف میکنن دامنه جنگ به هیچ قیمت وسیع نمیشه ایران مطمئن باشین بلکه محدود میشه چرا که امریکا هم جنگ نمیخواد ایران هم جنگ نمیخواد و منطقه هم جنگ وسی را نمیخواد که به جنگ دیگه مبدل شوه مگرم اگر فرزن اسرائیل اکثر عمل نشان به و جهان اسلام هم در پالوش استاد نشه و ایران اکثر عمل بل, بل مثل نشان بته به این رقم این جنگ کم وسط پیدا میکنه مگم به جنگ سوم جهانی مبدل شده نمیتونه و نمیشه چرا که هیچ کس به این چیز آمادگی نداره تا برن به جنگ دیگر جهانی چرا که نتوان اقتصادی زور دنیا داره و لحاظ لوجستیکی هم فعلا در او موقف نیستن جنگ های اوکراین جنگ های افغانستان جنگ هایی که اینا در سی سال در عراق و دیگه جا کردن کمر امریکا را شکستانده دا، امریکا داره غرفش داره در پالوی اسرائیل مگر به او رقمی که اسرائیل میخواه امریکا نمیخواه که دخیل باشه ای خواهش نتنیاهو است که جنگ دامنش وسی شوه و امریکا بیا در پالوی از استاد شوه و با ایران اینا بجنگد تا یک حدی ای نتنیاهو در رمو پلان خود کامیاب است چرا که او میخواست که ایران به یک رقم بالای از او حمله کنه و اینا به حساب دامنی جنگ وسی کنن اما به او رقمی که او خواهش امری دا که امریکا شامل شود فکر نکنم که شو. چرا که ایران در یه ای که برای, برای اسرائیل کرد گفت که بعد ازی از کدام پلان بعدی نداره اما اگر بالاش حمله شد اینا حق دفاع از خود دارن و دفاع از خود میکنن اسرائیل میخواه که ایران به یک رقم در جنگ دخیل شوه و تا دامنی از این جنگ وسیع شوه و یا بتانن بالا ای در نتیجه از این جنگ او به حکومت خود متداویم بسازه و خود نجات بده از اون که ای ترس داره به او روبروی نشه فلحاظا اسرائیل داره به آمادگی میگیره تا به حساب بدل خود بگیره مگر امریکا به وسطش نمیخواه گفته میشه عملیات بعدی اسرائیل در مدت 48 ساعت بعدی متوقع است ای که چی خواد بود و با کجا خواد بود معلوم نیست اونا چون وقتی که اونا عمله میکنن اونا تا پروای زیر ندارن که شهر میخوره مردم کشته میشه حیوانات کشته میشه انسان اونا اهداف زامیره نیه بلکه اهداف ملکی و مردمی را هدف میگیرن گفتم میشه که ممکن است که اونا بر مراکز اتمی حمله کنند. اگر با مراکز اتمی ایران حمله کردن ممکن جواب ایران سختتر باشه از جواب فیلی کرده و اینا هم اهداف استراتژیک دیگه اسرائیل تحت هدف و قرار بتن که در او صورت کم جنگ کلانتر میشه اما به او رقمی که بازم فکر میکنن بعضی ها که به جنگ سوم جهانی به او نمیره مگر امریکا نمیخوای که اکسر عمل اسرائیل آنقدر جدی باشه که اکسر عمل بعدی ایران بدتر از او باشه تا این مسئله از دستشان نبره فکر میکنم اجازه عملیات محدود به اسرائیل میتن تا اونا هم مثل که ایران عملیات محدود کرده در ایربیس ها از میدان و زیاد است در, در یعنی بیشتر از 15 الى 18 میدان هوایی که اسرائیل داره یک میدان هوایی به نام بنگورین که اولین صدر اسرائیل بود به نام ازوی میدان هوایی است اینی میدان هوایی را اینا یا چیز خطوط هواییش مسدود کردن و خطوط هوایی امی عراق و سوریه و ایران هم مسدود شده که در پرواز صورت نمیگیره دیگه ما شما میبینید که ایران دیگه مراکز نزده بسیاری جایا رو اونو هدف داشتن نزدن یعنی عملیات به هر صورتش محدود بوده اگر عملیات بعدی صرف اسرائیل صورت میگیره ممکن عملیات ایران از این مشکل تر باشه سخت باشه و میزایلای را که اینا استفاده میکنن شده میزایلای پیشرفته و قوی تر خود استفاده کنند چرا که میزایلای دوربرد و میان برد و که مختلف ایران داره که در این صرف از هایپرسون که استفاده کرده الفتا هایپرسونیک است ای از بالستیک میزایلای متوسط است و دوربرد نیست و به حساب از قوی شام نیست چرا که از این قوی تر ایران داره و میتونه استفاده کنه در این مرحله نکرده امریکا به این چیز میفهمه میخه که جل وزیر بگیره و با اسرائیل و اجازه را تا جنگ به او دامنه بکشه البته خواهش نتنیاهوی است که دامنی از این وسیتر شوه و بیشتر شوه و هر چیز جنگ چرا ده ای او فایده خود میبینه در صلح او فایده خود نمیبینه و او میخواه که جنگ وسیع شوه اما امریکا و منطقه و جهان این چیز نمیخواه و بازم اطمینان میتونم که جنگ به او پیمانی جهان جنگ سیوم جهان و اینا فکر نکنم برای هیچکس کس به او آزار آماده نیست موضوع دومی را که میخوایم به او صحبت کنم و تقاضای برادرها بود در این مورد که به گفته های کازیمی قومی یک نظر بیاندازیم و جواب ازی را بتیم کازمی قومی نماینده خاص رئیس جمهور ایران در افغانستان چند روز قبل که به نظر ما زیر فشار عملات اسرائیل قرار گرفته بود دیگه پار بود حتما وقت فکر و ذهنش واضح نبود گفته که طالبا و امارت اسلامی یک حکومت تقومی تک زبانی و تک مذهبی بوده و رفتارشان با جهان اسلام به طور است که اینا با با ما او رفتار را نمی کنن که که با دیپلماتای های خارجی و غربی میکنن، کنن اونا را به حساب قدر میتن زود می بینن در حال که دیپلومات های ما اگر بقندار قندار برای یا کابل برای و بخوای ملاقات کنن به دو حتی تا به هفته انتظار میکشن و دیده نمیشن و این رویه درست نیست می مالی به می که آیا کازیمی قومی تا چی حد راست میگه و این پایش حقیقت است کی تک قومی و تک مذهبی و تک زبانی است و کی نیست ما تاریخ ما ثابت میکنه از دوران امان الله خان به بعد شما ببینید ما در هر کابینی خود ما از همه اقوام افغانستان ازبک، ترکمن، تاجک ازاره از اینا در کابینه داشتیم ازاره از اینا را داشتیم و در این اواخر در دوران جمهوریت بیشترین اعضا در 20 سال گذشته در کابینه از از امی تاجک و برادرای ازاره اهل از تشو اینا بودن سفرا داشتیم وزرا داشتیم و والیا داشتیم و عین حال ولسوالی ها قمندان امنیه و ولایت ها در دست از اینا بوده

اگر با مقایسی ازی ببینن که در چل میلیون پنج میلیون تعداده و پنج وزارت و همی رقم ولایت و سفارت و اینا را بگیرن در مقابلش که شما ایران ببینن که نوات اشتا الا نوات میلیون نفوس داره و سی میلیون ازی اهل تسنن هستن که سی, سی فیصد ای نفوس ایران تشکیل میته در اونجا شما ببینن چند وزارت اینا با اهل تسنن دادن چند ولایت دادن چند سفارت دادن چند تن از آزای اینا در پارلمان حق داره فلها haza mi binem ki ki تک مذهبی و تک قومی روش میکنه در افغانستان اهل تشیع اه مساجد خود در کابل داره امام بارگاه های خود دارن اینا حق تجلیل مراسم و پروگرام های خود دارن و من حیث برادر های ما اوز فامیل ما اهل از سرزمین و با, با شانه با شانه با ما زندگی خود ادامه میتن اما در ایران یک اهل تسنن در وزارت حق کار نداره شما دیدین که پزشکان در کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود که از سونیان کردستانی كرد، یک نفر را به وزارت و به کابینه معرفی خواهد کرد او با وعده خود وفا کرد یک نفر را معرفی کرد اما او رد شد از طرف خبرگان و از طرف شورای پارلمان و او نتانست که به وزیر شد فلیازا در سیوسی فیصد نفوس ایران یک نفر اینا در کابینه قبول کرده نمیتونند. یک سفیر ندارند یک مسجد در تهران ندارند اینا میگن تک قومی و تک زبانی و تک مذهبی تک مذهبی شما هستین که مذهب اهل تسنن در پالوی خود قبول کرده نمیتون از ما خواهد اهل تشیع در پالوی ما هستن تمام مساجد و اینا ما بارگاه های چند اجازه داره تک قومی شما اگر ببینین تک زبانی اگر شما ببینین در ایران تاجک, تاجک یا فارسی زبان که اونا تاجک نمیگن فارس میگن فارس زبان میگن چهار فیصد نفوس ایران تشکیل میده 56 فیصد دگه که اکثریت قاطی است دیگه اقوام هستند، یعنی آرمانی هستند، آزربایجانی آذربایجانی هستن کردستانیا عرب بلوچ قزلباش و اینا هستند، شما ببینید در اونجا کدام زبان دگه حق داره کدام قوم دیگه حق داره که به زبان خود دا مکتب داشته باشه گپ زده بتونه یا زبان رسمی باشه خب با وجود که 44 فیصد اینا هستن کمتر از حساب اکثریت هستن بازم زبان خود حاکم ساختن زبان دوم در ایران وجود نداره یک زبان است اونمو زبان باید تطبیق میکنن و کلی مجبور است اگر عرب است اگر کرد است اونمو به اونو تقلم میکنن به اون مکتب میخوانن در افغانستان همچه کار نیست در افغانستان دو زبان رسمی داریم زبان سیوم که اوزبکی است اونا هم در دوران جمهوریت که شما ببینید در مکاتب به این سی زبان سوم اجازه داده بودن. در دفاتر ما امروز هم با وجود که طالبان اینا تقومی و تک زبانی میگن در اینجا به زبان فارسی و پشتو بر دو زبان مکاتب نوشته میشه دفاتر بر دو زبان پیش میره هر دو زبان زبان رسمی افغانستان است و هیچ زبان بر زبان دیگری برتری نداره فله در افغانستان نه تقومی است نه تک زبانی است و نه تک مذهبی است ایران است که این مسائل داره ایران میگه که شما به خارجی ها خوش میشین با اونا قدر ریزت شما با ایران با امریکای خوش میشین شما ای با امریکای روابط خوفیه دارین وقتی که با, با, اسرائیل حمله میکدین در دور اول با امریکا اطلاع دادین حالا که با حمله میشد امریکا بر شما اطلاع داد روابط خوفیه دارین شما هم که یک خارجی بیا به او قدر عزت میتین و یک طالب که بیا یک جهان اسلام که بیا به او قدر عزت نمیتین فلحاظا بهتر است که که انگشت به این رقم بگیرین که یک انگوش به طرف ما چهار انگوش به طرف خودتان میه شما خود اصلاح بسازین حکومت شما هم شمول نیست در پارلمان شما یک سنی وجود نداره در پارلمان شما دیگه زبانها مردم اجازه نداره شما با غیر از فارسی زبان کسی حق تعلیم صحبت کردن مکتوب کردن ایران نداره مذهب اهل تسنن در پهلوی حقی او آخر که اهل تشیع داره اهل تسنن نداره در حالی که در افغانستان اهل تشیع عمل از کلی که حقوقش بیشتر است مشاورین هستن در کابینه و در دیپلمات ها بودن وزرا بودن سفیرا بودن زمین تا آسمان فرق است فلاز ای آسان است که انگوشت به طرف دیگرا را بگیرم اما به گریبان خود هیچ کس متوجه نمیشه ایران بهتر است که اول حکومت اما شمول خودش جور کنه باز به با دیگر را بگوه خودش زبان های دیگر حق بتا باز دیگر را بگوه خودش فرزن از قومیت های دیگر اجازه بته باز ما را بگه قومیت تقومی نباشین خودشان مذهب دیگر احترام کنن تا مذهبشان احترام شود این ای مسائل است که همگی باید مد نظر بگیره و تنها به یک طرف نبینن و این به این موضوعات حل نمیشه بهتر است که در گربان خود سرتان به افغانن ببینین امید برنامه را ببینین خوش کنین با دوستا شریک بسازین چینل ما افغانستان پانوراما سیمای افغانستان افغانستان سیره ای را سبسکرایب کنین با دوستا شریک بسازین تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپارم و ما علینا الا